با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و ششم از ماه ژانویه. یک اختلاف نظری است بین مسیحیان جهان بر سر تولد مسیح. امروز روز میلاد و تعمید حضرت مسیح است به قول کلیسای ارامنه. درست میگم جورا جان؟ بله، ما متخصص زبان و تاریخ در واقع ارمنستان رو اینجا داریم. دوست عزیز من جورا همیشه اینجا هستن. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. بله، میفرماید: در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. خب این دیگه فکر کنم برای شما به همه روشن هست که وقتی که اسلام عزیز آمد، اینها شراب و می جز لاینفک حیات ایرانی بوده. می اصلا مشهور است که شراب رو ایرانی اختراع کردن. چه مایه ما در واقع خمریات داریم، اشعاری که راجع است به ساختن شراب از دوره نخستین شعر پارسی. شاخ انگور کهن دخترکن زاد بسی، که نه از درد بنالید و نه برزد نفسی. دخترون زاد به یک داره نه به یک باره، نه پیشی و پسی، نه ورا قابلی بود و نه فریاد رسی. که نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی. داره زادن انگور رو میگه و بعد چگونه در خمره رفت و عرض میکنم از اینجور داستان ها. حالا بماند که بعدها البته این نوشر دیگه رفته رفته جای خودش رو به چیزهای دیگری داد. باره، اما گویا زرتشتیان در واقع این سنت رو نگاه داشته بودن. این داستان پیر مغان عرض کنم در شعر حافظ یک سمبولی است در واقع که راهگشاست به زدوی اون چه آزادی است و آزادگی است و جایی است که آزادگان و رندان در اونجا و دانایان و نکته دانان در اونجا گرد هم جمع شدن. در خرابات مغان، جایی که تو اون رو پلید و بد میدانی. همه روی سخنش هم با این اهل دین هست. خدا ریشه اینها رو از زمین برکند. هموطن، در تاریخ مملکت ما رژیمی به این درجه از فساد و شقاوت و دروغگویی و خیانت ما سراغ نداریم. سراغ نداریم واقعا. طوری شده است که در واقع ما هیچ ارزشی رو نمیبینیم که پشتیبانی داشته باشه. همه ارزش ها به ضد خودش تبدیل شده است. بله، در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. قدیما اول اینو بگم خدمتتون که این مکعبی که اونجاست در مکه و دیگه مهمترین جای مسلمین هست، اینا این برای قرنها محل نگه داشتن بت‌های اعراب بوده است که به قول طبری 360 بوده است، مربوط به قبایل مختلف. می آوردن اونجا مردمی ذهنن دینی نبودن، سختگیر نبودن در امر دین. اعراب مردم آزادهی بودن. این رو من بارها تکرار کردم، اگر که این اسلام عزیز نمی آمد و این مردم رو به مدت حداقل 700 سال به آدمای در واقع طمعکار و خونخوار و جرار تبدیل نمی کرد و به طور طبیعی این جامعه توسعه می یافت، احتمالاً عربستان جای بهتری می بود تا اون چه امروز هست. بله، و بعد عرض می شود که یکی از عناصر مهم فرهنگ عرب بود
این زیارت این بودها و بعض اینها خیلی مهم بودن. من در باب اینها بسیار صحبت کردم دوباره با شما، مجسمه هاش اونجا نگهداری می شد و چه بود و اینها چه کارها می شد در ماهای حرام. و بعد آمدند و گفتند خدا اینجاست، خانه خدا اینجاست، ما به طرف این بایستی نماز بگذاریم. وقتی اختلاف زیاد شد با یهودی ها و اینها، بله، کعبه را گردان، قبله را گرداندند از بیت المقدس به اینجا که خدا هم اینجاست. هیچی هم نیست، یه خانه بیریختیست، واقعا بیریخترین ساختمان های مشهور جهان به لحاظ آرت که ندارد و کار ساختمانی یکی از بیریخترین چیزهاست. یه سنگ سوراخی هم اونجاست که این سنگ سوراخ در واقع خدمتتون عرض کنم که به تفسیری علامت زایایی زن است. در واقع بیشتر در واقع اگر خوب نگاهش کنید عضو جنسی زنانه است اونجا. حالا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اعراب در روزگار خیلی قدیم اینها زنان رو برتر می‌دونستن، زن رو در واقع منشأ زایایی می‌دونستن و بسیار محترم می‌داشتن. این تیکه سنگی هم که از این تیکای سنگای آسمانی است به این شکله، اینو پیدا کردن گذاشتن اونجا و بعد این شده است یه چیز عجیب غریب، تفسیرهای غریب و همه داستان پیچیده شده و حقایقش ازش دور شده. شما به این حجر الاسود خوب نگاه کنید، عکسش تصویرش همه جا هست، نگاه کنید ببینید چگونه است. باری حالا باری این حج رفتن هم یکی از طرق گرفتن پروانه ریا و دروغ بوده. حاج آقا تشریف بردن مکه، حاج خانم از مکه اومدن، یک گوسفند سر ببرید، سر و صدا تر بزنید فلان این حرفا. اینها عرض کنم که یکی از رسوم مهم اسلامی همین حج است و درآمدی بسیار برای عرض میکنم که این سیانت کنندگان حرمین شریفین یعنی شاه عربستان سعودی، که اینا آدم های جرار خونخواری هستن، جلاد گردن زن دارن، نمیدونم سالی چند نفر رو گردن میزنن، کسی جرأت نفس کشیدن در کل اون شبه جزیره عربستان ندارد. باری این داستان کعبه است. خیلی خوب، حالا در روزگار قدیم رسم بر این بود که وقتی که کاروانی حرکت میکرد، معمولا کاروانهای بزرگ، شخصیتهای بزرگ، به اجازه خلیفه بغداد، خلیفه یک نفر رو به عنوان ملک الحاج یعنی پادشاه حاجیان، رئیس حاجیان انتخاب میکردن. یکی از موارد مشهور داستان ابو مسلم مروی خراسانی است که از صفاح، صفاح یعنی خونریز، بسیار خونریز، صیغه مبالغه است، خواست که ملک الحاج باشد. قریب 7000 تن شمشیر زنان خراسانی با خود برداشت که براد به مکه، اجازه خواست و گفت اجازه بدید من ملک الحاج باشم. اون منصور که شد خلیفه دوم کشنده ابو مسلم گفت این سبب بالا رفتن حیثیت ابو مسلم می شود و ما دشمنی بزرگتر از ابو مسلم خراسانی نداریم و او رو ملک الحاج نکردن. این لقب ملک الحاج رو به خودمون منصور دادن و از ابو مسلم خواستن صبر کنن تا او برسد. ابو مسلم صبر نکرد و تا مکه پیش رفت، که یکی از بهانه های کشتنش هم ضمن اینکه گفتگو می کرد با ابو مسلم در اون شبی که این مرد بزرگ رو کشتن، هم این بود که تو چرا نایستادی که من برسم. داستانش درازه. خب این کسی که ملک الحاج میشد، خب خیلی جلوه میفروخت، اشبه میومد، عباش یک عتیب مینداخت، جوری فخر میفروخت به اینا که بله ما این ملک الحاج. اینا همه چیزهای ظاهری است که یک شاهی معنویت و روحانیت در این کارا نیست. یک شاهی معنویت در این حج رفتن و لح 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 کردن و نمیدونم بین صفا و مروه دویدن و اینا نیست. بسیار سخن رفته در باب تفسیر همین داستان و صوفیان چه سخنان زیبا. حالا بباند و هر صورت گفت چون در همه جا عکس رخ یار توان دید، دیوانه نیم من که روم خانه به خانه. از خیالی سمرقندی.
با تضمینی از شیخ بهاءالدین عاملی، این شیخ خیلی معروفه. باری جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو، حالا خنده‌دار اینجاست که کعبه مسلمین به ضرب شمشیر، به ضرب شمشیر تسخیر شد. یعنی ساکنان مکه که مهمترین شهروندان عربستان بودن مسلمون نشدن، و بزرگترین و معروفترین آدمی که ما اونجا داریم و شریفترین آدمی که داریم ابو طالب پدر علی است که او هم مسلمان نشد، در کفر از این دنیا رفت. بله، به ضرب شمشیر. شما فکر شو بکنید، حالا میخواستیم امروز در باب تالرنس صحبت کنیم از قول جان لاک که بهش میرسیم، که اساساً اساس دموکراسی تالرنس، تحمل. اسلام تنها دینی است که تحمل هیچ دین دیگری رو نداره، و این بایستی در واقع در سطح جهانی مطرح بشه و محاکمه بشه. حالا میگذاریم از این هم. میفرماید جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم، خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا میبینم، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین اون چه من هر سحر از باد صبا میبینم. دوستان ای به نظربازی حافظ مکنید، که من او را ز محبان شما میبینم. خب هر تکه ای از حافظ یک شاهکار ادبیات، شاهکار فکری است، نقد اجتماعی است، نقد دین هست، نقد تاریخ هست، خیلی چیزاست در غزلهای خواجه حافظ شیرازی. خب عرض میکنم خدمت شما که اشاره کردم به این که در طول تاریخ ایران زمین، یعنی این سرزمین، حالا یک دوستی محترمی پیغام گذاشته بودن که آقا فکر نمی کنید که اگر که در زمان قاجارها ایرانیان دارای بمب اتمی بودن این بخشای قفقاز از دست نمی رفت. مقصودشون این است که آیا فکر نمی کنید بهتر است ایران قوی باشد؟ چرا دوست عزیز، بنده بارها عرض کردم در این برنامه و نوشتم در سایت هست که هیچ کشوری به اندازه ایران زمین مورد تجاوز واقع نشد، به جهت اینکه هم مدنیت‌های بزرگ به ایران چشم طمع داشتن همواره، و هم قبایل وحشی مثل آسیای مرکزی‌ها، مثل این عرب‌ها، تمدن‌های دیگر مثل فرض فرمایید که ترک‌ها، مثل عرض کنم که اسکندر، رومی‌ها. این است که کمتر مرزی رو من سراغ دارم در تاریخ، در جغرافیای جهان، که این مقدار در واقع در نوردیده شده باشه و شهرهاش خراب شده باشه و اهالیش در بدر شده باشن. بنابراین ایران، ملت ایران بایستی با تصمیم ملت عرض میکنم بتواند از خودش دفاع بکند و هر نوع اسلحه‌ای که یا سلاحی که لازم میداند در مجلس ملی مطرح بشود و اون سلاح ساخته بشه برای دفاع از مام وطن. این است که بنده مخالف این داستان نیستم، مخالف این هستم که 4 آخوند بدونه که اولویت ها رو تشخیص بدن، دور از چشم مردم، دزدانه اینها چند به قریب 180 بیلیون دلار که با زیانهاش میگوین از سر از 300 بیلیون داره زیر کوه ها رو بکنن دزدانه که بخوان بمب اتمی درست کنن بدونی که مردم خبر داشته باشن. اینجاست که کار اشکال دارد دوست عزیز و گرامی من. باری داستان این حکومت، اینها وقتی که آمدند عرض می شود که شروع کردن، خمینی که باورش نمی شد که یک روزی
یک مسجد هم به او بدن، مثلا اجازه برگشت به ایران به او نداده بودن. اما صحنه اونچنان خالی شد و اونچنان مملکت بیچاره شد و اونچنان نهادهای سیاسی از بیخ برکنده شد. قوت یک جامعه به چه چیزی است؟ قوت و قدرت و استواری جامعه به احزاب سیاسی است، به رجال سیاسی است، به بنیادهای سیاسی مثل مجلس، به روزنامه ها، به روشنفکران، به گروه نمیدونم وکلا و عرض کنم که نویسندگان، فضلا. اینها هیچ کدوم نبودن، هیچی بر جای نمونده بود. در واقع وقتی خمینی آمد یک خلأ بزرگی بر جای بود، هیچ کس در میانه میدان نبود، یک مش مردم عصبانی و آدم های معمولی هم که البته بدونه که بنده بخوام تکرار کنم و شما بهتر از من میدانید، جستجوگر آزادی بودن. آقا اون چیزا که نداشتن میخواستن، اون چیزا که داشتن که داشتن، چیزایی که نداشتن رو طلب میکردن. اینها تز حکومتی داشتن و این تز حکومتی یعنی نگه داشته قشر آخوند بر قدرت به هر قیمت، به هر قیمت. منقول است از خمینی که چنانچه لازم آمد شما اسلام را زیر پا بگذارید بگذارید، اما این دکانی که من برای آخوند ساختم، شما این دکان رو نگهداری بکنید و مواظب باشید که از دست نرود. این است. بنابراین اینا داره تز بودن. تزشون چی بوده؟ تزشون این بوده است که روحانیت شیعه حق حکومت داشته است و اون چه حاکم در جهان بودن قاسبین بودن، این حکومت حق علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و بچه های او بوده و وقتی که ندادن منتقل شد به اون بچه‌ای که گم شد یا غیب شد در شاه و چون اون نبود حق ما بوده، ما آخوندها که در فیضی هستیم، ما آمدیم یا از نمیدونم جاهای دیگه سر در کردیم، سر بر کردیم. بنابراین این حکومت حق ماست، حق ملت نیست. اساساً آخوند جماعت، آخوند شیعه، عرض کنم که این مطلب که ملت دارای حق هست رو مطلقاً و ابداً هرگز نپذیرفته هنوز، چون وکالت کردن این امر حرامی است. ما حق وکیل انتخاب کردن نداریم، به جهتی که حکومت حق امام زمان است، امام زمان هم غایب است و نمایندگانش هستن، اینا باید حکومت بکنن. بنابراین اینا از ابتدا اون چه ملت میخواست که در واقع یک مجلس بزرگ ملی بود، مجلس مؤسسان، بعد تحریر قانون اساسی و در واقع تعمیر اون قانون اساسی مشروطه، چون قانون اساسی مشروطه قانون بدی نبود، یکی دو مطلب در اون بود که میشد اون رو تغییر داد، با اون از بیخ و بن از ابتدا با طرح نقشه. مردم ما هم در خواب و خیال آزادی اصلا به این فکرها نبودن. اون نیروی در واقع متحد یک پارچه هم نبود مقتدر که بیسته بگه آقا این چه داستانش، این چه حرف هست شما میزنید. شورای نگهبان و این داستان ها چه چیزیست؟ مردم ما این چیزها اصلا نمیشناسن، این چیزها رو. ولی فقیه دیگر که از کجا آوردید و اینها، آمدن گفتن نخه، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم و خوندم از متن منتظری، این است که ما بایستی متخصص اسلام داشته باشیم، چون انقلاب ما اسلامی بودست. ما کسانی هم که میخواهند برای این حکومت قانون اساسی بنویسند، اینها هم متخصص اسلام بایستی باشند. مثل که فردا گروه آهنگران مثلا یه آهنگری حالا به هر صورت نماینده بشه باید بیفتد جلو و بگوید فقط گروه آهنگران حق دارن و کسی که بخواهد در این مجلس بنشیند و تکلیف برای ملت معلوم کند و قانون بنویسد متخصص آهنگری باید باشد.
یا همچین حرف لاتایلی. بنابراین دارای تز و تئوری بودن و بعد شروع کردن به یارگیری و این تشکیلات جهنمی که امروز هست برای خود ساختن و به ضرب چوب و چماق و اختناق و آدم کشی ایستادن و تا خرخره به قول عوام در فساد غرق هستن که آب هم از آب تکان نمیخورد. هیچ کس مسئولیتی رو قبول نمی کند که جواب بدهد که آقا این اسراف و تبذیری که شده است، این اموال ملت که رفته کجا رفته، به دست کی رفته و الان کجاست. هیچ کس، هر کسی که عرض کنم جنایتی کرده معزز و محترم هست، هر چه قربانی هست بیچاره زندانی و اینا. این است که اینا با این تئوری و این تئوری آمدن و مشکل عمده ما هم در اصل مشروطه این بود که زمینه نظری موضوع دموکراسی به وجهی که باید در کشور مطرح نشده بود، نه وسیلش بود نه در واقع آدمهاش بودن به قدر کافی، نه پشتیبانان به قدر کافی، نه روزنامه ها و نشریات برای تشریح و تبیین بنیان قضایای مربوط به دموکراسی، که من به بخش از اینها از زبان جان لاک متفکر مشهور انگلیسی اشاره خواهم کرد، اینها نبود و بنیان ضعیفی داشت. این است که خیلی به سرعت هر کس میمد اول کاری که میکرد قانون اساسی رو لگدمال میکرد. باری بگذاریم در باب زمینه دموکراسی در کشور ما. مردم ایران همواره مردم آزادی خواه بودن، مردم ما آزادی رو دوست داشتن. حالا آزادی خواهی من به اون مفهوم عرض میکنم علمی اکادمیکش عرض نمیکنم که حالا بگویید که مستلزم این است که کس بره بعد نمیدونم فلان علم رو بیاموزد. نه، مردم ما آزادی رو دوست داشتن. شما در ادبیات ایران نگاه کنید، از شخصیت های بزرگ مملکت، روح ایرانی روح آزادی بود است و اینا. تا روزگار قاجارها که میرسیم خیلی وضع بدی شد، اشاره کردم، و یک ننگ بسیار بسیار بزرگ بعد از فتوحات نادرشاه و کارهای صفویان و همه این عرض می کنم که گسترش ها و پیدایش ایران زمین بعد از عرب، بعد از قریب 1000 سال از دست دادن این سرزمین ها، بله سرزمین ها، بسیار بسیار این در واقع سرشکستگی بود برای مملکت. یه خط هم داریم. درود بر شما هموطن، بفرمایید. مشیری حال شما خوبه؟ ممنونم از محبتتون عزیزم، بفرمایید. با اجازه شما من میخوام یه اشاره داشته باشم به اون مطالبی که شما راجع به ارتش ایران در موقع این کودتای بیفرجام بدفرجام شد. ببینم هنوز نظرتون همونه یا نظرتون عوض شده. ببینید وقتی که این در اون جریان بسیار بحرانه یه عده 7-8 نفری نشستن تصمیم گرفتن که ارتشی هم نبودن، ارتش ایران اعلان بی‌طرفی بکنه. بنابراین این که ارتشی بود اینا دیگه مثل اینکه درست دستشونو بگیرن بکنن توی کیسه بگن شما دیگه هیچ کاری نمیتونین بکنین. این تشبیه کردن این آقایون به خدمتگزار و اون مطالبی که جناب عالی فرمودین اصلا به نظر من صحیح نبود. اما از شما تقاضا میکنم یه تجنظر بفرمایید و این جمله خودتون رو تصحیح بکنید. خیلی ممنون. بله من ممنونم که لطف کردی برادر همزاده. ببینید عزیزم، بله مطلبی که میفرمایید من برای موش کنم خدمتون عرض من این بود که خواهش میکنم شما هم تجدید نظر بفرمایید. ارتش یک مملکت ارتش ملته. شما امیدوارم این رو از من بپذیرید که ارتش متعلق به ملت آیا هست یا نیست. این یک بنیاد ملی است. آقا ارتش ایران یعنی سازمان نظامی که از مملکت حدود و ثغورش و شرافت ملت دفاع میکنه. ارتش نمیشه و نوکر یک نفر باشد. شما ارتش مصر رو دیدید که در ماجرای شلوغ کردن اخوان المسلمین و اینا، من کار ندارم، کار خوبی کردن کار بدی کردن، چون به صورت خودشون گفتن دموکراسی و بعد انتخابات بود و بعدم آمدن و گرفتن و زندان کردن. من اصلا هیچ من وارد بحث نمیشم. اما یک بنیاد مستقلی است آقا ارتش مصر.
ارتش ایران تعلیم ملی نداشت و از من این بود، یعنی این که هر شبت که کسانی که رهبران ارتش بودن و بسیار بسیار بین ارتشی های ایران، من چون شاهد بودم بارها عرض کردم، شریفی از شریفترین آدم های ایران کسانی بودن که در ارتش ایران خدمت میکردن، افسران ارتش، درجه داران ارتش ایران، بسیار بسیار مردم شریفی بودن. اما اون کسانی که فرماندهان بودن، تراز اول و به مرکز قدرت وابستگی داشتن، اینا هیچ وظیفه‌ای در مقابل ملت اینا من نیده بودم که اینا حس بکنن یا اساسا به اینا وظیفه‌ای محول بشود. شما که بدرنده نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی تیمسار جمع، حالا ما می‌خواستیم راجع به دموکراسی صحبت کنید، شما سخن ما رو کشید ببین. تیمسار جمع به دوستی در اینجا، یا اینجا هستن دکتر مشیر که وکیل مجلس هم بوده است و مرد محترم هستن، گفتن آقا ما آمدیم. خب تیمسار جمع دیگه محترم ترین جنرال های ایران بود، یه تحریح تهیه کردیم که اگر در مملکت اختشاشی شد چگونه گرفتیم و گذاشتیم رو میز اعلیحضرت. گفت خیلی خوب نگاه میکنم. بعد از یه ماه خبری نشد، دو ماه خبری نشد اینا، بعد گفتیم آقا چه آقا شما به این کارو کاری نداشته باشید، برید کار خودتون رو بکنید. مقصود این که هیچ کس داره اختیاری نبود که بتواند تصمیمی بگیرد. عرض میکنم که رقابت بر این بود که چه کسی میتواند مقام بهتری بگیرد. شما اینا رو خوب میدانید، اگه شما ارتشی هستید یا بودید خوب میدانید که این ارتش تعلیم ملی نداشت. مرحوم دکتر مصدق در اون ماجره بسیار مشهور رویارویش با پادشاه سابق ایران در موضوع گرفتن، عرض کنم که وزیر دفاع که بحث شد و بعد مجبور شدن که به ایشون تفویض بکنن اون مقام رو، میگوید من دو چیز میخواستم. من از فرماندهی یا سرپرستی ارتش دو چیز مد نظرم بود، یکی اون که عرض کنم که به این ارتش یاد بدهم که اینها کارمندان مردم هستن و به اینها تعلیم ملی بدهم که در مواقع سخت بایستن و از ملت دفاع بکنن. این داستان عرض بنده بوده، اسارش این بوده. و حالا شما چه استنتاجی از این داستان فرمودید بنده نمیدونم، اما حرف من این بود دوست عزیز که تعلیم ملی نداشت، جنرال های خوب داشتیم اما صاحب هیچ گونه اختیاری نبودن این جنرال ها که بتوانن تصمیم نظامی بگیرن. نه، دستورات از جای دیگری می آمد، اونا یه تعداد آدم های مجری بودن. بفرما قربان. درود بر شما. درود آقای مشیری. جانم عزیزم بفرمایید. وظیفه روشنفکرای شجاع، بله، که با سنت پرستی و مسائل سنتی زده مبارزه کنند. ما ملتی هستیم که مرده پرست هستیم و میبینم پشت سر شما عکس قهرمانای در گذشته ما نقش بسته. نمیدونم چرا ما در حال حاضر کسی رو نداریم که زنده باشه عکسش رو پشت شما ببینیم. البته من خیلی خوشحالم که اون عکس با اون عکس من مخالف نیستم، ولی من فکر میکنم که الان آقای مسعود رجوی نه لیاقتش از مصدق کمتره، نه شجاعتش از اونایی که عکسشون اونجا هست کمتره، نه کاردانی و آگاهی و فداکاری و ایثارگریش برای ملت ایران از اونا کمتره. چرا عکس اونا نمیذاریم؟ باشه، چش شما یه عکس خیلی بزرگ از آقای مسعود رجوی مبارزه نمیکنید شما. ممنونم عزیزم، خیلی به ما بزرگواری کردین و همچین سخنی گفتین، ممنونم. شما لطف کنید عزیزم یه عکس خیلی بزرگی از مسعود رجوی بفرستید، من بگذارم پشت سرم. ای داد از دست شما. نمیدونم یقه چاک کردن شاید چیز درستی نباشه رو به تلویزیون، ولی از دست شما میخوام یقم رو چاک کنم. چه حرفی زدی، چی کاری کردی؟ حکیم فردوسی رو ما گذاشتیم اونجا،
قربونتون برم، شما نمیتوانید مردم آمریکا رو به خاطر ساختن مجسمه لینکلن یا مردم هندوستان رو به خاطر مجسمه گاندی و بزرگان مملکت بگویید که مرده پرستیم. چه مرده پرستیم آقا؟ هر کدوم از این آدمایی که پشت سر من هستن اینها دارای معنی است. حکیم فردوسی بزرگترین شهروند این مملکت بوده، بزرگترین حکیم سخنور و زندکن ایران زمین بوده، ستارخان قرضاقی سمبل دلاوری بوده و آزادی خواهی و شجاعت و سرخم نکردن در مقابل زور و کسروی و دکتر مصدق، اینا جایگاه های تاریخی بسیار بلندی دارن. من نمیخوام اینجا حالا در باب مسعود رجوی حرفی بزنم، اما اینا شخصیت های در حد ملی هستن، از شبت که یعنی همه مردم ایران در واقع از شمال و جنوب این شخصیت های بزرگ رو به عنوان آدم های بزرگ مملکتشون میشناسن. حالا شما میفرمایید که ببینید آقای من با حرف شما موافق هستم. بله، زمانی که کسروی تک و تنها مونده بود و یکی از این روشنفکرهای ما ازش حمایت نمی کرد و حتی اجازه ندادن که در قبرستون مسلمان ها دفنش بکنن، اونو بردن در یه گوشه که کسی نشناسه اونو دفنش کردن. بله، این روشنفکرها سکوت کردن و خاموش موندن و یک نفر شما پیدا کنید در تاریخ اون روز که از کسروی یادی کرده باشه. درست میگی. از این دلاور، از این مردی که این همه مردم ایران دوست داشت، این همه وطنش رو دوست داشت، این همه آگاه بود، این همه ایثارگر بود، یک کسی نام نبرد، یک کسی نگفت این مرد راست میگه، این مرد حقیقت رو میگه، این مرد ما باید از دفاع ازش برخیزیم. ممنونم عزیزم، متشکرم از شما، خیلی لطف کردین. راست گفتین. عرض شود که درسته، مرحوم کسبی جسدش رو بردن، معلوم نبود در کجا به پنهان کردن. درود بر شما، بفرما قربان. درود بر شما آقای مشیری استاد، خوبی؟ مخلص شما عزیزم. میخواستم جناب آقا رو بدم که مسعود رجوی راست میگه، شما بی زحمت یه عکس بزرگ مسعود رجوی با صدام حسین داره دست میده بوش میکنه صدام حسین رو، بعد هم با ایران و جنگ ایران و عراق اومدن ایرانی هم کشتن. ایشون راست میگه، شما یه عکس آقای رجوی رو با صدام حسین که دستگیر رو بوسی میکنه رو بذاریم پشت دون، حسن رجوی رو بیاریم، اگه زنده بود عکسشو بگیرن، من دروغ نمیگم $1,000 هم میخوام عکسشو بذاریم اون پشت. چه کسی میگم بیار عکسشو بذاریم اون پشت؟ این بحث به جای بد کشید. ممنونم، امری دیگری ندارید عزیزم؟ ببخشید، هنوز خجالت نمیگم. این همه ایرانی ها رو کشتن تو جنگ ایران عراق، این همه الان به خودشون جیم رسول رجبی هم زنده است که عکسشو بزنه، اگه عکس رسول رجبی هم بزنه خود اون هم مرده از هم نیستش. اگه رسول رجبی رو نشونه ما دادن اومد درست صحبت کرد ما قبول میکنیم، باید هم عکسشو میذارن زوار میذارن. ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. اولون که بچه های مجاهد که به حمدالله و المنه تشکیلات عرض کنم که رسانه‌ای دارن و فکر میکنم عکس و سخنرانی هایشون رو مرتب دارن پخش میکنن، نیازی نیست که حالا بنده بخوام از این کار کنم. بفرما قربان، درود بر شما. تبری هستم قربان جانم. تبری جان حال چطوره؟ تبری عزیز من، تبری دوست عزیز من، ساکن نیویورک، تبری شاعر بسیار لطیف و طبع و ایران دوست، اجازه اون شعری که بر من خوندین میشه بخونین همین الان؟ بله، اون در دسترس هم نیست، یکی رو میخونم. ببرمایید. جهل دیدم که شاخدم دارد، ریش دارد، دو جفت سم دارد، عربی او سخن نمیگوید. عزیزم تلویزیونت ببن آقای تبری، شما که ماشاءالله شنونده بیننده حرفه‌ای هستین، تلویزیونت نبندید صداتون بر میگرده. جهل دیدم که شاخ و دم دارد، ریش دارد، دو جفت سم دارد، عربی او سخن نمیگوید، لحن آخوندهای قوم دارد، بهر تسخیر کل ملک جهان، بی پدر بویه اتم دارد، لعبت و تفر می کند اما
ایز خود را همیشه گم دارد. امر معروف و نهی از منکر می کند لیک سر به خم دارد. از پس قرنها گدای و فقر بنگر او چه اشتلم دارد. برگلا تراهای مختلف دارد، خاصه در لندن و زق و روم دارد. پای بر دم به من زنهار، هر کجا پا نهی تو دم دارد. بارکلا تبری، بارکلا به این شعر خوب، زنده باد. ننگ و ناموس بهر او یکسان، به فروشت تن و وطن ارزان. به به، بسیار بسیار، دست شما در نکنه. قربان شما برم. قربانتون برم آقای تبری، خیلی لطف فرمودید. قربان شما. بفرمایید هموطن، درود بر شما. آقای مشیری جانم عزیزم، اجازه میدی من جواب اون آقایی که گفت مسعود رجوی بغل صدام نه عزیزم دارد. اصلا و ابدا ما اینجا برای همچین مناظره‌ای که شما جواب اونو بدین، اون آقا رو بدین، اون آقا جواب شما رو بده، این وقت بینندگان رو تلف کردن. اصلا مطلقا و ابدا از با پوزش از شما اصلا این کار شایسته و درست نیست. بفرمایید هموطن، درود بر شما. الو، منحرف میشه کل قضیه. درود بر شما، بفرمایید. الو، گناه باشه اون نکشته. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید قربان. چهار مهندس مشیری، درود بر شما. درود بر شما عزیزم، بفرمایید قربان. خیلی تشکر از برنامه های بسیار جالب و قابل استفاده شما. من زنگ زدم به تلفن شما که در لیتل الک داشتم و یک کتابی از شما هم میخواستم مطالعه کنم، در هیروشیما. نمیدونم این رو من از کجا میتونم تهیه بکنم. لطفاً زنگ بزنید به همون شماره، پیغام بذارید، تلفنتون رو لطف کنید، مرحمت کنید بذارید، با شما تماس خواهند گرفت، براتون میفرستن اگر باشه. دو هفته بیشتر از اینجوری من دستم شیرین کار کردم. 972 که تلفن شهر. ولی یه بار دیگه من تحقیق میکنم ببینم چگونه است، ولی اگر لطف کنید باز زنگ بزنید، تلفنتون رو بذارید، خدمتتون زنگ خواهند زد. خیلی ممنونم از شما. حتما، خیلی متشکرم، زنده باشید. قربون شما برم، محبتتون کم نشه. جانم بفرمایید. بفرمایید قربان. سلام علیکم آقای مشیری. سلام بر شما دوست عزیز. به سلام آقای مشیری، خسته نباشید. جانم بنده چندین ساله که حرفای شما رو میشنوم، خیلی حرفای خوبی میزنی و خارج از شوونیستی حرف میزنی. اما یک بار بحثی کردید آقای مشیری متاسفانه که با عقل جور در نمیاد. شما فکر شوونیستی ندارید، شما یک منور هستید برای همه ما ایرانی ها. شما در یک بحثی فرمودید که قریش همون کوروشه و این یک کتابی که آقا نوشته و ازش تمجید کردید. نه، اجازه بده عزیز دلم، قربونتون برم. من یک کتاب لازم نیست قربونم برم، اجازه بده. من شاگرد شما هستم. از حرفای شما منور شدم، مخلص شما. اجازه بده من توضیح بدم عزیزم. من کتابای مختلف از نویسندگان مختلف اینجا میارم خدمتتون معرفی میکنم، یک قطعاتی هم میخوانم ازش. کتابی که آوردم که تاریخ دینشناسی بود، گفتم به عقیده این آقا، بنده نگفتم آقا خوب میگه، به عقیده این آقا گفتم بعض از کسان. ببین آقای مشیری، ما ببین با شوونیستا با هیچ کدوم شد. من یک کتاب عربی خوندم که میگه زنا از کلمه زنهای ایرانی قبل از اسلام به زبان عربی اومده. اینه، من قبولش دارم. ممنونم از شما، خیلی متشکرم. شما درست نیست. بله، عقل با عقلانه به قول معروف. ممنونم از شما. یه آقای شوونیست عربی هم نوشته که ایتالیا همون چیز دیده، همین بله گرگر دیده، فکر کرده پلیه. پلی هم که میدونی یعنی بره، گفته ایتالیا، ایتالیا همون ایتالیا شد. ممنونم عزیزم، امر دیگری ندارید، قربونتون برم. تشابه آقا اشتباه نکنید، تشابه اسما رو علکی وارد نکنید، که قریش معنی کوسه رو میده، که میگن جد قریش یا کوسه رو کشته یا کوسه خوردش. باشه دیگه، کوروش نیست. ببخشید خیلی عذر میخوام، دستم خورد. عرض من
حرف من نبود، عرض کردم یک عده‌ای هم چنین نظری دارن و نظراتشون خوندم. این نیست که بنده شوونیست هستم یا طرفدار اون حرف بودم یا گفتم اون راست میگه. اینا نظرات مختلفه، شوونیست هم حرف ها زدن، نمیدونم دیگران هم چیزها گفتن، اینجا بعض اوقات مطرح میشه. اینی که شما حالا اینو نگه داشتید بعد از مدت‌های مدید و بعد آوردید اینجا، من از دقتتون عرض میکنم که خیلی خوشحالم که اینقدر دقت نظر دارید، ولی نظر بنده نبوده که قریش هم کوروشه، نه چون این چیزی نیست. از این حرفا زیاد زدن. در عصر مشروطه به خصوص یک نوع باستانگرایی در ذهن روشنفکران ایرانی افتاد که به یک شوونیسم تبدیل شد. حتی بسیار آدمای مشهور هم از این حرفا می‌زدن که پایه علمی واقعا نداشتیم. اجازه بدید که من دو سه کلمه‌ای چون سخن از زمینه‌های دموکراسی کردم و عرض کردم که مردم ما دوستدار آزادی بودن، اما زمینه‌های نظری دموکراسی فرصت این رو پیدا نکرده بود. نه مطبوعات در ایران بود، نه جمعیت‌ها بودن، نه گروه در واقع تشکل یافته روشنفکران بودن. البته آدمای بزرگ بسیار داشتیم، آزادی خواهان بودن، برای مملکت قانون میخواستن، مجلس میخواستن، گمان میکردن به محض این که ما هنوز فکریه ها فرقی نکرده ها، در واقع میگن که این آخوندها رو بندازیم پایین حالا ببینیم بعد چه میشه. یعنی هیچ زمینه فکری علمی که در سطح کشور گسترده باشه و مردم اون رو به درستی دریابن و بدانن چه میخواهن، فکر کردن که به محض اینکه عدالتخانه برپا شود و قانون اساسی تحریر شود ما کارمان درست است و کارمان به سامان میرسد، در حالی که در اروپا چنین نبود. قدم به قدم از ارگونی ها پدید آمد، جمعیت های هیومانیست به وجود آمدن، یعنی کسانی که معتقد به اصالت انسان بودند، و بعد علوم به وجود آمدن و این علوم، علوم طبیعی خرافات را عقب نشاندن. هزار و یک جریانات فکری و علمی به وجود آمد و رفته رفته سخن از حقوق انسان شد. چون در روزگار قدیم در واقع دو نظریه بود، یکی این که مردم رعایای پادشاه هستند و هیچ حقی از خود ندارن و اون چه او میگوید در واقع حق است، یعنی قضاوت اصلی بر عهده رئیس مملکت است. یک نظریه دیگری هم بود که سخن سخن خداست، یعنی در واقع هر شبت که اون چه در کتاب‌های مثلا آسمانی نوشته است ایناست که ما بایستی دنبال کنیم و انسان دارای تکالیفی است، دارای وظایفی نیست. اینها این دو چیز بود در هر مملکتی، در هر کشوری که شما پای میگذاشتی وارد میشدید میدیدید که بله به این دو شیوه به بچی یا تلفیقی از هر دو داره اداره میشه. تا قرن 17 هم. قرن 17 هم مهمترین قرون در تاریخ انسان است و فیلسوفان سیاسی اندیش پیدا شدن، کسانی که بر حقوق انسان پای فشردن که انسان یک موجودی است با حق زاده میشود و این عبارت Life, Liberty and Pursuit of Happiness که در ابتدای این اعلامیه استقلال آمریکا هست، Life, Liberty یعنی حق زندگی، حق آزادی و به دنبال سعادت رفتن، این زیاد از حقوق انسان هست. اینها در واقع بیشتر تحت تأثیر یک شخصیت بسیار بزرگ انگلیسی است به نام آقای جان لاک. لطفاً لاک رو، تصویر جان لاک رو بگذارید. این فیلسوف بسیار بسیار مشهور انگلیسی، یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ انسان، آقای جان لاک، بله بله، در فکر می‌کنم که سال‌های نخستین قرن 18 لاک در واقع از این جهان رفته، بله. حالا من نمی‌دونم این لاک هست یا لاک نیست، ولی قبلی حتما لاک بود، از عکسای مشهورش بود. عکسای دیگری هم داره، بله، این که نقاشی خیلی مشهورش هست که از لاک. تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در موضوع دموکراسی و لیبرالیسم است. مارک ذهنیت لاک دارد. هر المانی که ما در قضیه دموکراسی مغرب زمین ببینیم و
عرض می شود که آنچه لیبرالیست گفته می شود. جان لاک بر این بوده است که عزم کنم که به شرایط طبیعی قائل بوده، در واقع که انسان در طبیعت به دنیا آمده و دارای یک حقوق طبیعی است، دارای حقوق طبیعی است و هیچ کسی نمیتواند برای کسی تعیین تکلیف کند. بر آزادی بیان تکیه کرده، اون نخستین کسی است که از تفکیک قوا، من این چند کلمه رو راجع به لاک میگم بعد بقیه تلفن ها رو جواب میدم، بر تفکیک قوا پای فشرده، یعنی ساختار فکریش بسیار نیرومند و منطقی است. میگوید قانون اون قانونی است که ما بتوانیم به توسط عقل و خرد اون رو تحلیل کنیم. قانون اون قانونی نیست که به وسیله وحی از آسمان آمده باشد. ما با وحی زندگی نمی کنیم، ما با خرد زندگی می کنیم. تفکیک قوایی که او می کند البته از قوه مقننه سخن رانده و از قوه مجریه، و عجب این که از قوه قضایی سخنی به میان نینداخته، در عوض از یک قدرتی به نام federative power یعنی یک قدرت فدرال صحبت کرده و گفته است که چون ما با در شرایط طبیعی زندگی میکنیم و مملکت ها هم در شرایط طبیعی زندگی میکنن، اگر یک کسی این شرایط رو به زیر پا گذاشت و خواست به کشور دیگری حمله بکند، دیگران بیایند و کمک بکنند و شرایط رو آرام بکنند، یعنی دفاع بکنند از اون کشوری که مورد حمله واقع شده، به نام فدراتیو پاور. و اون قوه قضایی بعد اضافه شد، یعنی تفکیک قوا از اصول مهم قضیه دموکراسی و حاکمیت ملی است. یعنی قوه قضایی و قوه مجریه به هیچ وجه من الوجود حق دخالت در قوه مقننه را ندارد. قاضی مستقل است، قاضی مستقل است. یک بار مرحوم کسروی آمده بود و عرض می شود که یک مشت زمین از رعایا گرفته بودند در بخش کرج و اینها، عرض شود که و کسی هم جرأت نمی‌کرد خب پرونده رو ببره دادگستری، بیچاره مشکشاورز بودن، زمیناشون رو گرفته بودن، دولت گرفته بود. کسروی آمد و ژاندارم برد و مأمور دولت رو بیرون انداخت، اسناد رعایا رو داد. پایه هشتم بود در دادگستری. رئیس دادگاه در واقع مربوطه بود، آمد و گفت به مردی که من رسیدم، گفتن تیمورتاش شما رو خواسته. تیمورتاش دیگه بزرگترین وزیر همه چیز دربار بود، اختیاردار تام بود اینا، تا قبل از اینکه مورد غضب واقع شود گفت تا وارد شدم گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته؟ گفت شما آقا، شما این چه کارهایی میکنید؟ زمینهای دولت رو چرا گرفتید؟ فلانی حرفا، شما مأمور دولتید. میگوید من گفتم آقای تیمورتاش قاضی مستقل است. ببینید آدم های بودن که میفهمیدن، اما تعدادشون کم بود. مرحوم کسروی میدانست که قاضی نمیتواند منتظر دستور از سوی مقامی بشود که در فلان پرونده فلان کار را انجام بدهد و اعمال نظر بکند. رشوه میدادن. یک جا میگوید من در شوشتر یا دستور که بودم پرونده ها بود، اینا میخواستن به من رشوه بدهن، من نعلش نبودم، یک قاضی برای فروش داشتم چون حقوقم نرسیده بود، این فرش من مثلا خریدم 100 تومان. دیدم آمده است کسی میگوید آقا 2000 تومان خوب است. میگویم ای مرد نادان فاسد، تو میخوایی مرا فاسد کنی؟ این فرش که اون دارای اون ارزش نیست، تو بس به این وسیله میخوایی به من رشوه بده. مقصود این که کشورهای فاسد مثل کشور خود ما همه چیز دست قوه مجریه است. یعنی امروز آقای سید علی خامنه‌ای و پسرش آقا مشتبه این تلفن رو برداره، به هر قاضی هر دستوری بده و قاضی اجرا میکنه. بنابراین تفکیک قوا، این قوای سگانه مقننه و قضایی و مجریه، از اصول در واقع پایدار دموکراسی است که دو تا از اینها رو آقای لاک بهشون اشاره کرده. موضوع مالکیت، موضوع مالکیت از عناصر بسیار بسیار مهم اندیشه لیبرالیسم لاک است. میگوید که اگر نوکر من
درختی رو قطع کرد، اون متعلق به من است. یعنی در واقع حالا به این سخنش خیلی ایراد گرفتن، میگن که لاک در اینجا ایجاد عرض میکنم که طبقات کرده است، که طبقه ارباب و طبقه کارگر اینها، و اینجا موضوع لیبر است، کسی که کار رو انجام میده مال اوست. که حالا بعد اینا دو تن بودن دیگه، در واقع میتونم خدمت از فیلسوفان سیاسی اندیش دو تن از همه مؤثرتر بودن. ما از در این قطب لاک رو داریم، در این قطب چپ مارکس رو داریم، دو تا آدم خیلی بزرگ با دو اندیشه متفاوت و برداشت‌ها. البته در خود انگلستان آدم‌هایی بودند مثل هابز که با در بعض موارد با لاک موافق بودند، در بعض موارد مخالف بودند، اما این مباحث به میان آمده بود و اینها چاپ می‌شد در روزنامه‌ها و در بحث و مناظره می‌رفت. موضوع تالرنس یعنی تحمل، یکی از عناصر بسیار 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 مهم دموکراسی تالرنس، یعنی من و شما همدیگر رو تحمل کنیم. اگر اختلاف نظر داریم، اختلاف نظر دشمنی شخصی تلقی نشود، شما از من آزرده بشوید، از من بد بیاد شما به جهت اینکه فلان حرف رو زدم که با فلان عقیده شما مخالف است. این با اساس دموکراسی و گرفتاری عمده ما امروز این هست که ما یاد نگرفته ایم که همدیگر رو تحمل بکنیم و بر اندیشه های بزرگ تکیه بکنیم. این گرفتاری بزرگ در جامعه ما حل نشده. لاک میگوید تحمل یکی از مهمترین اصول است. اینها رو به صورت مقالات بسیار مهم لاک می نوشت و منتشر میکرد که از مهمترین ادبیات سیاسی جهان است. میگوید که هیچ کسی نمیتواند به ضرب شمشیر گروهی رو بیاید از یک دینی به یک دین دیگر وارد کند، یا مجبورشون بکند با ترس و وحشت که دین خود رو عوض بکنند، چون دین عوض کردنی نیست. مردم باید آزاد باشن. وظیفه دولت هم صیانت از آزادی هاست. و بین این سیاسی اندیشان لاک از همه موفق تر بوده، از همه موفق تر بوده و اولین جایی که انقلاب کرد و تا درصد بالایی اندیشه‌های لاک رو به کار برد همین ایالات متحده آمریکاست، و آدمای بزرگی مثل جفرسون، مونرو، واشنگتن، اینا همه در واقع شاگردان جان استوارت میل و لاک هستند از اروپا، که اینها با عقیده جدید آمدند و گفتند ما می‌خوایم اولین دموکراسی علمی جهان رو اینجا بنیاد بکنیم. این است که از ابتدا سعی کردند که عرض می‌شود که در واقع حقوق انسان‌ها، حالا منهای بردگی که یکی از خود جفرسون بردم داشته که یکی از گرفتاری‌های عمده این مملکت بود که بعدن از میان رفت، چون در دموکراسی چون مردم حاکمیت دارن قانون رو مردم می نویسن، بنابراین چنان که نقض در قانون باشد، گرفتاری باشد، مردم تغییر میدن، آقا تغییر میدن از کارهای مهمی که در منطقه خود ما شده است. اعلام دین در قانون اساسی ترکیه بوده که بنده بارها عرض کنم که بهش اشاره کردم و به این سویچ این ماشین من آویختم، این رو آتاتورک کبیر، اینجا یک سو عکس خودش هست، یک سو دیگر بگوید حاکمیت ملت اندر، و این درست در سال این سکه رو چاپ کرده که توانسته مجلس اون اعلای ترک رو تشکیل بدهد. و این عبارته که اسلام دین اصلی یا دین رسمی ملت ترک است، از قانون اساسی بکشه بیرون. این مایه افتخار ملت ترکه، جایی که خودش رو در واقع مرکز اسلام میدانست، منبر پیغمبر و شمشیر علی و اینا رو برده بود اونجا و خودش نماینده اسلام میدون، با مسیحی ها جنگ میکرد. برای قرنها آدم های پیدا شدن که بدین گونه اندیشیدن، یعنی دنباله فیلسوفان سیاسی اروپا رو گرفتن و اعلام سکولاریسم کردن. آتاتورک
آمد و گفت حاکمیت از آن ملت است و این عبارتی که آیین رسمی ملت ترک اسلام است رو از قانون اساسی کشید بیرون، به افتخارش سکه چاپ کرد. سکه از کوچک هست تا سکه های بزرگ، یک سو آتاتورک هست و از سبت که دور سرش هم نوشته است که حاکمیت ملت هندر ترکیه. برای ما هنوز نه، هیچ، همه چیز در حال ابهام قرار گرفته و اسلام عزیز از بطنش جز استبداد چیزی نزاید، به جهت اینکه ابتدا به ساکن حرکت نکرده 50% مردم گیتی بی عقل هستن، یعنی آدم نیستن، یعنی اون زنان باشن. بعد میرسیم به سایر ادیان، اونها هم جز آدمیزاد به حساب نمیان مگر اینکه یا مسلمان بشون مثل خودمان بشون پاک و پاکیزه و به طرف قبله نماز بگذارن، وگرنه حقوقشون با حقوق ما برابر نیست. حالا بخوایم وارد داستان شیعه گری بشویم که مثل در واقع تنیده میشویم به تار عنکبوت، و شما که در ایران زندگی میکنید بسیار بهتر از بنده میدانید گرفتاری های این حکومت آخوندی و این فسادی که هست و این گرفتاری ها همه هست، این است که ما جز کنار گذاشتن دین و سیانت کردن از آزادی های دینی که همه بتوانند معابد خودشون رو بسازند، چه زیباست کشوری که شما وارد بشوید، معابد یهودیان، معابد مسیحیان، بهائیان، زرتشتیان، نمیدونم بوداییان، همه باشن، اما همه مردم یک کشور باشن با اتفاق اتحاد و در صلح و آشتی با هم زندگی بکنن. یک اشاره فقط خواستم این داستان، این فلسفه عرض کنم لیبرالیسم آقای لاک خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست که من اشاره کردم، من به چند نکتهش اشاره کردم، حالا نقد هایی که از او شده است. بفرما قربان، درود بر شما. با درود فراوان به شما استاد مشیری عزیز. جانم قربان، درود بر شما، بفرمایید. بنده از ترکیه تماس میگیرم خدمتتون، پناهجو هستم، اسمم سیروان منصوریه. زنده باشین. خواهش میکنم، بنده کرد هستم، خواستم بگم بنده چندین سال برنامه شما رو دنبال میکنم. یکی از وجوه تمایز شما به نسبت کسایی که در این وادی دام برمیدارن و زحمت میکشن در قیده خود بنده این بوده که شما نسبت به قضایه و مسائل تاریخی واقعا منصف و امانتدار بودید. خیلی جاها من خودم دیدم برنامه هاتون رو تیر بحثی رو از یک کتابی، از یک کتاب تاریخی در راجع به صدر اسلامی یا قضایه بعد از اون مطرح کردید که ممکنه با تفکرات و افکار شما هم مخالف باشه، نگنجیده باشه، اما قضیه رو کامل به صورت امانتداری مطرح کردید و منصف و امانتدار بودید. بنده از طرف خودم و کاتبه کردهای عزیز به شما درود میفرستم و دستتون رو به گرمی میفشارم. شما و امثال شما واقعا نمونه های برجسته و بزرگی برای ایران و ایرانیان بودید، روشنگری کردید و خیلی شما استاد مشیر نمیدونن که در بین کردها شما چقدر محبوب هستید. واقعا باز هم به شما درود میفرستم. درود بر شما، من درود میفرستم خدمت تو دوست عزیز. با شما تماس بگیرم. حتما تماس بگیرید. از قول من به برادران کردمون در ترکیه و جای دیگه سلام برسانید. خیلی خیلی بزرگواری کردین و مرحمت کردین، زنگ زدید، ممنونم از لطف شما. کنم استاد، شما یه اسطوره هستید در بین کردها، شما یه قهرمان هستید در بین کردها، واقعا واقعا به شما ارادت خالصانه دارم کردها. خیلی متشکرم. زنده باشی عزیز. سپاس و سرزنده باشید. قربانتون برم، ممنونم از محبت. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید. الو. الو. جونم عزیزم بفرمایید. شبتون بخیر جناب مشیری. شب شما بخیر عزیزم، بفرمایید. جناب مشیری، من می‌خواستم این پیشنهاد مهمان برنامه قبلتون رو در مورد این شیر کردن برنامه‌هاتون در فیسبوک و یه خورده این هواداراتون جدی بگیرن، چون بسیار مفیده و اکثر ایرانی ها میتونن ازش استفاده کنن با شیر کردنش. بعدم یک انتقاد اگه اجازه میدین از استاد گرامی داشته باشم، در مورد شادروان کسبیه جانم. که بعضی موقع شما در سخنانت میگین که فرمودین که کسبی ادعای پیغمبری کرد
در صورتی کسروی هرگز چنین ادعایی رو نداره و ادعای برانگیختگی، همونطور که میگه یک کسی برانگیخته میشه به دنبال طب، منم اینطور برانگیخته شدم که بسای اینا این رو به توده ها بیاموزم. یک سوال دیگه هم از خدمت استاد گرامی داشتم، اینی که اسلام به زور شمشیر به این کشورهای ایران و این کشورهای بقیه که اومده، به چه صورت به سنگاپور و مالزی و اونورا اومده؟ ممنون از شما عزیزم، قربونتون برم. شبتون بخیر جناب. قربونتون برم. ببینید، میگوین که فلان کس به پیغمبری مبعوث شد. معلومه کسبی نیامد علنن جار بزنن ایها الناس من پیغمبرم، اما احوالی که این مرد پیدا کرده بود برای مریدانش کاملا همون حالت رو داشت. در من شنیدم در مباحث خصوصی با دوستانش از این دست سخنان مرحوم کسروی زده بود. حالا فراموش نکنیم کسروی فضیلت های بسیار داشت، کسروی یکی از پاکترین ابنای ایران زمین بود، اما البته انتقاد هم بر او وارد است. از جمله کاری که میکرد، در یک روز میامد و جلوی بخاری کتاب ها رو مثلا آتش میزد و اینا کاری بوده که عرض میکنم که درست نبوده. یک سوالی هم فرمودی که من فراموش کردم اصلا سوال شما چی بود، در باب اسلام. بله اسلام عزیز، بله بله. ببینید اسلام عزیز با شمشیر آغاز کرد، خودش رو با شمشیر، یعنی اعراب رو قتل عام کرده. اعراب نمیخواستن، اسلام نمیخواستن، اعراب بادیای عربستان، من نمیدونم این چیزی خاموش میشه. بعد از قتل عام اهل رده که در روزگار ابوبکر و در وقوع پیوست، اینا لشکرکشی شد به ایران و با شمشیر آمدن تا ماوراء النهر و مصر، ببخشید میگم مصر هم که گرفته بودن، هندوستان. بعد سالها که گذشت، قرنها که گذشت، فرهنگ های مناطق مختلف تأثیر گذاشتن بر این اسلام و اندکی نرمتر کردن در واقع ذاتش رو و نحوه برخوردش رو. این است که به سنگاپور و چین و فلان این حرفا از بیشتر از طریق بازرگانی و اینها رفته و عرض کردن تغییر شکل داده، قدم به قدم به ایران که آمده یک شکل گرفته، رفته از به هندوستان یک شکل دیگری گرفته، رفته رفته در اون جاها با شمشیر نبوده، اما کاربرد شمشیر در گسترش اسلام در بطنش مرکوز هست. این رو فراموش نکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر گرامی و سپاس از جورای عزیز و شما و تنان بزرگوار، به ویژه اون دوست گرامی کرد عزیزم، کرد غیور دلاور که از ترکیه زنگ زدن، و همه شما که وقت خودتون رو گذاشتید به حرفای ما توجه کردید. برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.